سلام، ماه رمضونه و آموزش حلوا. امروز تر حلوای تبریزی درست میکنیم. 200 گرم شکر احتیاج داریم که معادل 2 پیمان شکره. آب هم حدود 150 گرم یا معادل 2/3 لیوان. روی شکر می‌ریزیم، روی حرارت قرارش میدیم تا شکر ذوب بشه. 2-3 دقیقه روی حرارت باقی بمونه و یه قلب بزنه کافیه. اول شهدتون رو آماده بکنین، چون این شهد باید خنک بشه. و بعد میریم سراغ آرد سفید، حدوداً 250 گرم آرد سفید احتیاج داریم که معادل 2 پیمانه آرد سفیده. داخل تابه میریزیمش و حدوداً 40 دقیقه باید روی حرارت باشه، مدام همش بزنیم. خسته نشین، 40 دقیقه حتماً این کار رو انجام بدین تا خامی آرد کاملاً گرفته بشه و بوی آرد تو خونتون پخش بشه. شما رو نمیدونم، ولی خودم خیلی توی افطار دوست دارم که حلوا بخورم. اگر شما دوست دارین برای افطارتون حلوای هویج درست بکنین، بهترین رسیپی که میتونین برای حلوای هویج درست کردن رو داشته باشین رو من در اختیارتون قرار میدم. لینکش رو براتون میذارم. یک عدد زرده تخم مرغ دارم که میزنمش تا از لختگی در بیاد. مقداری از شهدی که آماده کردیم رو بهش اضافه میکنم، مخلوطش میکنم. اضافه کردن این زرده به حلوا برای حفظ تازگی حلوامونه، حذفش نکنید. بعدم 1-2 دقیقه روی حرارت ملایم قرارش بدین تا گرم بشه و بعد بذارین کنار تا خنک بشه. بعد از 40 دقیقه که آردمون رو تف دادیم، 130 گرم آرد برنج داریم بهش اضافه میکنیم که معادل 1 لیوان سرخالیه. و 1/4 دیگه دوباره آردها رو با هم دیگه تفت میدیم. آرد برنج خیلی زود میسوزه، تون به همش بزنین که یه وقت آرد برنجتون نسوزه. من 3 قاشق گلاب رو داخل فریزر گذاشتم یخ زد و بعد الان زعفرونم رو توش میریزم. میذارمش کنار تا رنگ باز کنه. آردی که خوب تفت خورده باشه اینجوری سبک میشه و بوی آرد تو خونتون کاملا میپیچه. حالا نوبت اینه که آردمون رو الک کنی. صد و 150 گرم کره داریم بهش اضافه میکنیم، کاملا مخلوطش میکنیم. خامی کرمون که گرفته شد و کاملا با آردمون مخلوط شد، حالا باید بریم قسمت دوم درست کردن حلوامون. از روی حرارت برش میداریم، 1 قاشق مرباخوری هل بهش اضافه میکنیم، 1 قاشق غذاخوری عسل، زرده و شهد مخلوط شده و 4 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده احتیاج داریم که بهش اضافه میکنیم. همه رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. مقداری هم از شهد رو بهش اضافه کردیم. البته شهد و زعفرون رو مرحله به مرحله بهش اضافه میکنیم، چون ممکنه مقداری از شهدتون زیاد بیاد. مقداری هم پودر زعفرون بهش اضافه کردم که عطرش رو عالی تر میکنه و تون به بافت دلخواه حلوامون برسیم. اگر خواستین حلواتون تیره تر بشه، آخر تفت دادن حلواتون یک کوچولو حرارت رو زیاد کنید یا تایم تفت دادنتون رو بیشتر کنید که حلواتون تیره بشه، وگرنه که باید رنگش مثل حلوای من زعفرونی بشه. موقع اضافه کردن شهدتون در نظر بگیرین که آرد برنجتون مقداری حجیم میشه، پس اگر کمتر بریزین شهدتون رو حلواتون خشک میشه. همونجوری داغ داغ داخل ظرف مورد نظرتون بریزید و هر جوری که دوست داشتین تزیینش کنید. برای تزیینتون از پودر پسته و خلال بادوم هم استفاده کنین که در کنار این حلوا خیلی خیلی خوشمزه میشه.
اینم از آموزش حلوای تبریزی خوشمزمون. امیدوارم برای افطارها درست بکنید و در کنار خانوادتون از طعم بی نظیرش لذت ببرین. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو منو دوباره همراهی کردین و دوباره به کانال من لطفاً سر بزنین.